چهارمین روز اسفند ماه برابر با 23 فوریه سال 1049 خورشیدی برابر با 1671 میلادی. در گذشت آدم اولاریوس، خاورشناس آلمانی که پس از تکمیل تحصیلاتش در دانشگاه لایپزیگ و فراگیری الهیات، فلسفه، ریاضیات و فیزیک در سن 32 سالگی همراه با هیئت بازرگانی آلمان به ایران سفر نمود و طی اقامت 2 ساله در ایران بارها به دربار شاه سلطان صفی پادشاه صفوی راه یافت و زبان و ادبیات فارسی را به خوبی فرا گرفت و با مطالعه کتاب گلستان سعدی نسخه ای از آن را تحت عنوان گلستان ایران به زبان آلمانی ترجمه کرد. این نخستین اثر ادبی بود که از زبان فارسی به آلمانی ترجمه می شد و آنچنان مورد استقبال آلمانی زبانها قرار گرفت که تا 20 بار تجدید چاپ گردید. همچنین استقبال مردم آلمان از ترجمه گلستان باعث شد تا اولاریوس به ترجمه بوستان سعدی و داستانهای لقمان حکیم هم مبادرت ورزد و آنها را با کمال استادی و مهارت ترجمه و منتشر نماید. اولاریوس در مدت زمان حضورش در ایران سفرنامه ای نگاشت و در آن به شرح آداب و رسوم ایرانیان پرداخت و در آن نکات جالبی درباره زبان و فرهنگ ایرانیان در زمان شاهان صفوی به رشته تحریر درآورد. سال 1281 خورشیدی برابر با 1903 میلادی، زادروز محمود حسابی، فیزیکدان برجسته و دانشمند کم نظیر معاصر ایران که 4 سال اول زندگیش را در تهران سپری نمود و سپس به همراه والدینش عازم شامات شد. او قرآن و دیوان حافظ را از حفظ می دانست و بر کتب بوستان، گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی اشراف کامل داشت. حسابی با شعر و موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلاسیک غرب به خوبی آشنا بود و در نواختن ویولن و پیانو مهارت داشت. محمود حسابی در سن 17 سالگی لیسانس ادبیات و در سن 19 سالگی لیسانس بیولوژی را اخذ نمود و پس از آن در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فرانسوی مهندسی در بیروت فارغ التحصیل شد. و همچنین در رشته های پزشکی، ریاضیات و ستاره شناسی به تحصیلات دانشگاهی پرداخت. او همزمان در یک شرکت راهسازی فرانسوی نیز مشغول به کار شد. چندی بعد شرکت راهسازی به پاس قدردانی از زحماتش او را برای ادامه تحصیل راهی فرانسه نمود. دکتر حسابی پس از پایان تحصیل در رشته معدن، این بار در رشته فیزیک در دانشگاه سوربن فرانسه به تحصیل و تحقیق پرداخت و در سن 25 سالگی موفق به دریافت دانشنامه دکترای فیزیک شد. برخی مدعیند محمود حسابی تنها شاگرد ایرانی آلبرت اینشتین بوده است و حسابی در دانشگاه پرینستون آمریکا تحت نظر پروفسور اینشتین فرضیاتی درباره بی‌نهایت بودن ذرات و عبور نور از مجاورت ماده ارائه نمود و به عنوان اولین فردی که در ایران دارای دکترای فیزیک بود به کشور بازگشت. بیشک میتوان پروفسور محمود حسابی را اولین پایه‌گذار انرژی اتمی ایران دانست.